برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. پنتاگون روز شنبه 24 فوریه اعلام کرد نیروهای نظامی ایالات متحده و بریتانیا 18 هدف متعلق به حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن را مورد حمله قرار دادند. به گفته مقامات آمریکایی جت‌های جنگنده در 8 نقطه تجهیزات متعلق به حوثی‌ها را هدف قرار دادند و موشک‌ها، پرتابگرها، راکت‌ها، پهپادها و سامانه‌های دفاع هوایی را بمباران کردند. بنابر اعلام آنان، حملات هوایی آمریکا با استفاده از جنگنده‌های F-18 انجام شد که از ناو هواپیمابر دوایت آیزنهاور در دریای سرخ به پرواز درآمده بودند. افراد ناشناس با استفاده از عبارت‌ها و شعارهای نجات پرستانه بر روی دیوارهای مسجد بزرگ استکهلم پایتخت سوئد که همراه با نمادهای نازی بوده است خواستار قتل مسلمانان شدند. به گزارش رسانه‌های سوئد این مسجد در روزهای اخیر چندین نوبت مورد حملات نجات پرستانه قرار گرفته است. تصاویر زیادی که در این زمینه منتشر شده حاکی از کشیده شدن صلیب شکسته سواستیکا بر روی درب چوبی این مسجد است که نشان نازی ها به حساب می آید و در کنار آن شعارهایی نوشته شده که قتل مسلمانان را درخواست کرده است. وال استریت جورنال گزارش داده که از هر 4 نفر در آمریکا بیش از 1 نفر هیچ دوست صمیمی ندارد و از تنهایی رنج می‌برد. این روزنامه با نشر گزارشی در مورد تنهایی و انزوای اجتماعی مردم در آمریکا به نظرسنجی مشترک 2 شرکت متا و گلوب در سال 2023 اشاره کرد که در آن بیش از نیمی از مردم این کشور گفتند که حداقل کمی تنها هستند و نزدیک به 1/4 از پاسخ دهندگان گفتند که احساس تنهایی می کنند. با این حال یک پزشک کاخ سفید تنهایی را یک بیماری همه‌گیر در آمریکا اعلام کرده و گفته که انزوای اجتماعی در آمریکا باعث آسیب‌های روحی و جسمی شده و نرخ خودکشی را به بالاترین حد خود رسانده است. به گزارش الجزیره انگلیسی در پی حمله مردان مسلح به یک کلیسای کاتولیک در روستای آساکان در شمال بورکینافاسو 15 تن کشته شدند. بنابر گزارشات رسیده روستاییان در حال دعا و عبادت روز یک شنبه در این کلیسا بودند که تروریست‌ها بر روی ایشان آتش گشودند. در این حمله 12 نفر بلافاصله جان باختند و 3 نفر پس از انتقال به بیمارستان به جمع کشته شدگان اضافه شدند. 3 نفر از افراد این کلیسا هم به شدت مجروح هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده نگرفته است.